اخیراً مسئله پیشروی طالبان در افغانستان به صدر اخبار رسیده و گویا به دبستانهایی در کار هست. خب مثل که آمریکا که میخواست با موشک کروز دموکراسی ببره به موفق نشده، نیروهاشو بیرون کشیده. چه اتفاقی داره تو افغانستان میفته؟ افغانستان اتفاقی که الان داره میفته ریشش الان نیست، 20 سال پیش بود. آمریکا به همراه متحدینش و مؤتلفینش که تمام دولت‌های غربی بودن به اضافه اون موقع روسیه غیر و ذالک، حمله کردن به افغانستان با شعار مبارزه علیه تروریسم. و همون موقع ما منصور حکمت این شرایط رو تحلیل کرد و تحلیل بسیار تیز و درستی رو مطرح کرد که الان ما بیش از هر وقتی داریم میبینیم. گفت این نه جنگ علیه تروریسم، بلکه جنگ بین دو قطب تروریسمه. و این در واقع میرفت توی متن نظم نوین جهانی. من یه ذره باید برم عقب‌تر. وقتی شوروی وجود داشت، یعنی بلوک شرق رو شما داشتید که سرمایه‌داری دولتی تحت نام سوسیالیسم بود، جنگ سرد بود، شما دو تا قطب داشتید، غرب و شرق. نمیدونم میگفتن سوسیالیسم علیه سرمایه‌داری که در واقع سوسیالیسم نبود، ولی توی چه شرایط جنگ سرد شما دو تا قطب داشتید در مقابل هم بودند و این توی با این نظم بر مبنای جنگ سرد داشت میرفت جلو. وقتی که شوروی سقوط کرد، وقتی دیوار برلین فرو ریخت و در واقع اون سرمایه‌داری دولتی تحت نام سوسیالیسم فرو پاشید، دنیای آشوب شد. حالا کی رئیس دنیاست؟ قبلا خب دو تا قطب داشتید، آمریکا رأس اینجا بود، ناتو بود، اون بر پیمان ورشو بود، الان چی؟ و از همون موقع، یعنی ما شاهد این جنگ های مختلفی بودیم که شکل گرفت برای این نظم نوین و بالاخره بعد از 11 سپتامبر این پیش آمد، حمله بود به افغانستان. و بعد نگاه کنید 20 سال کشتار، 20 سال ویرانی، 20 سال عقب موندگی، 20 سال زن ستیزی، 20 سال کودک آزاری. یعنی شرایطی که توی فقط نه افغانستان، تو اون منطقه پیش آمد تحت عنوان جنگ با تروریسم که ما خیلی روشن گفتیم این جنگ بین دو قطب تروریسم. 20 سال گذشته، منطقه رو به ویرانی کشوندن. به سوریه نگاه کنید، به یمن نگاه کنید، به افغانستان نگاه کنید، به عراق نگاه کنید، به اسرائیل و فلسطین. اسرائیل پیشروی کرده، مردم فلسطین رو بدبخت کرده، هنوز داره ازشون میکشه. سوریه اون جنگ و ویرانیه، یمن به اون شکل بدبختی کشته شده، افغانستان، عراق رو ببینید، افغانستان رو ببینید. این شرایط رو که نگاه میکنید، عملا این ویرانی الان رسیده به یه جایی که میگن خیلی خوب دیگه، ما کاری نداریم، شرایط سختی هم پیش اومده. آمریکا الان از زمان اوباما صحبتش این بود که میخواد بکشه بیرون، نکشیدن. ترامپ گفت میکشه بیرون، بالاخره الان داره کشتن بیرون. و کشتن بیرون یعنی چی؟ گذاشتن مردم خودشون تصمیم بگیرن چی میخواد بیاد. نه خیر، طالبان برگشته. از اون بر نقش جمهوری اسلامی رو باید تو اون منطقه دید. جمهوری اسلامی به عنوان یکی از نیروی اصلی تروریسم اسلامی اونجا هست، توی منطقه نقش فعالی با ایفا کرده. چه تو سوریه دیدیم، چه تو عراق دیدیم، چه تو افغانستان. این حملاتی که به افغانستان شد و به عراق شد، دست کیو باز کرد؟ جمهوری اسلامی. همین الان تو عراق نقش جمهوری اسلامی رو میبینید، جنگ جمهوری اسلامی آمریکا، جنگ بعضن زرگری بعضن واقعیشون رو دارید میبینید. و الان افغانستان، طالبان در چه دستش باز شد. این شرایط نشون میده که این جنگ بین دو قطب تروریسم کماکان ادامه داره. منتها الان آمریکا از افغانستان کشته کنار، دو روز دیگه ممکن از عراق هم بکشه کنار، ولی عملا به خیلی از چیزهایی که میخواد دست پیدا کنه دست پیدا کرده. اسرائیل داره نقش همون آمریکا رو تو منطقه بازی میکنه و جمهوری اسلامی از این طرف به همدیگه نون قرض میدن، همدیگه رو تقویت میکنن غیر ازاله. همین الان طالبان داره میاد، جمهوری اسلامی با طالبان پشت در این قضیه قرار گرفته، داره نقش بازی میکنه. در نتیجه، حالا من دور شدم این مقداری از سوال شما، متاسفانه مردم افغانستان تو این اقلا 20 سال قبلش هم بود، فلاکت و بدبختی و ویرانی بسیار رو تحمل کردن و الان خیلی نگرانن از اینکه طالبان میخواد برگرده، به خصوص موقعیت زنها.
بدتر خواهد شد. اینطوری نیست که الان خیلی موقعیت خوبیه، ولی دیگه طالبان از اینم بدتره و این یه شرایطی رو تو خود افغانستان و تو منطقه ایجاد کرده. مسئله بر سر اینه که ما باید علیه این دو تا قطب هر دو بیستیم، تروریسم دولتی و تروریسم اسلامی، و نقش کسایی که دارن اینجا نقش بازی میکنن. اسرائیل یه مسئله مهمه اونجا و در مورد مسئله فلسطین. از اون بر جمهوری اسلامی رو چجوری باید از شرش خلاص شد تا بتونیم از این شرایط آزاد بشیم. افغانستان راست شو بخواهی جوابش فقط تو افغانستان نیست. اینو بذارید به عنوان نکته آخری بگم. خب آذر مازدی، بالاخره در عرض 20 سال اینا بالاخره لوی جرگه درست کردن، دموکراسی آوردن، مجلس درست کردن، دولت درست کردن، ارتش 300 هزار تایی درست کردن و الان خب بالاخره یه نوعی از آزادی هم اومده بود. شما شاید مثلا فیلمسازهای افغانی بودن که زن بودن، یا مثلا تشکلات زنان تو شهرهای بزرگ مثلا بودن. الان با آمدن طالبان کاملا اینا از بین میرن. چرا واقعا مردم در افغانستان محکوم به این زندگی هستن؟ چه کار میتونن بکنن؟ متاسفانه اینجوریه. متاسفانه با اومدن طالبان وضع بدتر خواهد شد، به خصوص برای زنان و برخی از این آزادیهایی که گفتید. ولی عملا اتفاقی داره میفته، این بحث انتخاب بین بد و بدتر که ما 20 و چند سال تو ایران شاهدش بودیم، بین اصلاح طلبان حکومتی یا جمهوری اسلامی، هی بده بستون باشه، تو افغانستان هم الان داریم به این دوچار میشیم. یعنی الان عملا ما شاهد این هستیم که یه بخشی از نیروهای مترقی و چپ و مردمی که نمیخوان طالبان، میگن وضعمون رو بدتر میکنه، عملا رفتن پشت این دولتی که الان هست برای اینکه طالبان جلو طالبان بیسته. بعضا یه ده از اون طرف رفتن گفتن خب ما ضد امپریالیسم آمریکا هستیم، بذار طالبان بیاد. اون یکی برگشته گفته نه اب نداره، بذار امپریالیسم آمریکا باشه چون طالبان بدتره. دعوا رو وقتی تو این چارچوب نگاه میکنیم، تو این دو تا قطبی نگاه میکنیم، به جایی نمیتونیم برسیم. به طور واقعی مردم آنچنان سرکوب شدن تو افغانستان، وضعیت آنچنان فلاکت باره، آنچنان ویرانی تو اون جامعه هست که من واقعا فکر میکنم جواب نمیتونه فقط تو افغانستان باشه. جواب بعضا تو ایرانه. ما باید از شر جمهوری اسلامی خلاص شیم. جمهوری اسلامی یه نیروی وحشی و کثیف و عقب مونده جنایتکاری که نه فقط تو ایران، کل منطقه رو داره ویران میکنه. اسرائیل از اون طرف همینطور، و بعد تمام اون درگیریایی که پیش میاد، حالا روسیه، آمریکا، اروپا، اینا هم فهم که نقش خودشون رو دارن بازی میکنن. بحثی که ما 20 سال پیش کردیم، بحثمون این بود که این جنگ بین دو قطب تروریسمه و ما احتیاج داریم که نیروی سوم رو به میدون بیاریم. و ممکنه یه دو موقع فکر کردن این شعاره، بعد از دو سه چند سال یه ده گفتن دیگه تموم شد، دو قطب تروریسم معنا نداره، روسیه پس چی، اون پس چی. یه بحثای سطحی، برای اینکه این بحثی رو که واقعا باید روش کار میشد بذارن کنار. الان میخوان چیکار کنن؟ الان بس بستر اینکه آیا افغانستان، مردم تو افغانستان به تنهایی میتونن در مقابل این وضعیت بایستن؟ به نظر من خیر. الان شرایطی پیش اومده که شما احتیاج به نیروی وسیع‌تری دارید که علیه این دوتا قطب بایسته. سوریه مردم تونستن به خواستشون برسن. من نمیگم مبارزه رو نباید انجام داد، بحثم پاسیفیسم نیست، باید مبارزه کرد، باید متشکل شد، باید آگاهی آورد، ولی نه اینکه افتاد توی چاله انتخاب بین بد و بدتر. خب حالا چون من نمیخوام طالبان بیاد، میرم پشت دولتی که سر کاره. حالا من چون نمیخوام مثلا با اسد بدم، میرم پشت نیرویی که در مقابل اسد وایساده ولی دستش تو دست آمریکاست. یا این اتفاق رو ما باید تو چارچوب کل منطقه بهش نگاه کنیم. به نظر من پاسخ منطقه‌ایه در این حال، و ما به عنوان نیروهای کمونیست و مترقی که تو اون منطقه فعالیت داریم، ما مسئولی در مقابل کل منطقه، نه فقط ایران. ولی مبارزه ما علیه جمهوری اسلامی عملا کمکی هست به اینکه این بحثم حل بشه. اینکه تو افغانستان مردم الان چیکار میتونن بکنن، من اطلاعات دقیقی از شرایط تو افغانستان ندارم. میبینم که یه عده از چپا رفتن پشت دولت، بعضیا نوشتن که ما نمیخوایم بریم پشت دولت، عملا پاسخ پاسیفیستی دارن میدن. اینا چیزایی هست که من مطالعه کردم، به این معنی قد میدونم. ولی میدونم که ما باید یه نیروی جدی درست بکنیم
بسازیم، بیاریم تو میدون، تو منطقه و تو سطح بین المللی، علیه هر دو تا قطب، علیه هر دو تا قطب، بیش از هر چیز. الان این تحلیل دو قطب تروریسم معنا داره و موضوعیتش داره خودشو نشون میده. ما باید علیه هر دو تا قطب بایستیم. قطب تروریسم دولتی یعنی در رأسش آمریکاست، شما روسیه رو بذارید توش، سر روسیه و چین نیاد بگید پس تروریسم دولتی چی میشه، و بعد تروریسم اسلامی. این دوتا که در اینها بازی های خودشون رو با هم دارن، اینها این منطقه رو به نابودی کشوندن. و باز مسئله فلسطین یه بار دیگه اهمیت خودشون نشون میده. مسئله فلسطین موضوع ویرانی و عدم آرامش و عدم ثبات توی منطقه بوده از 40 سال پیش که شروع شده، 50 سال پیش که شروع شده و هنوز هست. همین یه ماه پیش بود که دوباره اون کشتار تو غزه ما شاهدش بودیم از طرف اسرائیل. آذر مازدی، ما از جنگ تروریست یکم فاصله بگیریم به اوضاع افغانستان. یکمی درست است که خب تاثیر داره، ولی به خود اوضاع افغانستان یک کمی به حساب فوکوس بکنیم. ببینید، یه نیروی سیاه ارتجایی که 20 سال قبل حالا زدن سرکوبش کردن یا گفتن شما برین کنار، الان اومده دقیقا سربازهاشو از فقر اون جامعه میگیره. آدمایی که پول نداشتن پول دادن، با رؤسای قبایل صحبت کردن بدون اینکه اصلا به چیزی بکنن، میگن 80% جامعه رو در دست گرفتن، کنترل در دست ماست. در عرض دو هفته 80% جامعه رو گرفتن. دیروز در مسکو تریبون مطبوعاتی داشتن و عملا خب خود دولت شوروی یه پای حمایت از این نیروی سیاه به طالبان هست تو اونجا، جمهوری اسلامی از یه طرف، دولت روسیه از یه طرف، از طرف دیگر دولت دستسازی که توی اونجا بود عملا کشکه و میبخشین اینطوری میگم، اون دیگه هیچ کاره است. و بخشی از کسایی که در زمان مثلا جنگ شوروی به حساب مثل مجاهد و اینا بودن، اینا شروع کردن از این دولت پشتیبانی بکنن و یه نوعی به حساب مسلح کردن عمومی در مقابل طالبان. دو به اصطلاح اردوی ارتجاعی میخوان مردم عادی اون جامعه رو مسلح کنن به اندازه بدون همدیگه. خب بالاخره کمونیستا، آزادی خواهان، برابری طلبان هم تا افغانستان هستن. اینا چه کار باید بکنن در به اصطلاح مورد این اوضاع مشخصی که الان تو اون جامعه داره پیاده میشه؟ باید بشینن منتظر باشن نگاه کنن؟ شما خودتون یه سری توضیحات دادید که در واقع تاییدی بود بر اون بحثی که من داشتم سر دو قطب تروریسم. شما میگید روسیه، جمهوری اسلامی، اینا دارن حمایت میکنن. خب درسته، همینو داریم میگیم قضیه. یا پاکستان، دولت پاکستان یکی از نیروهای کثیف مدافع طالبانه. طالبان اصلا تمام کمپ و همه چیش تو خود پاکستانه و دولت پاکستان همین الان با جمهوری اسلامی و با روسیه، آمریکا کشته کنار گذاشته اونا بیان جلو. آمریکا هم لابد داره نگاه میکنه ببینه کجا باید نیروشو متمرکز کنه. اون نمیخواد که از دست بده نقش ارباب بودنشو، ولی توی محاسباتی که کرده تصمیم گرفته اینجا رو بکشه کنار، یه جای دیگه متمرکز بشه. تمام بحث سر اینه که آیا افغانستان، مردم افغانستان میتونن در مقابل این دوتا بیستن یا نه. شرایطی که الان تو افغانستان هست با دانشی که من دارم، شرایط بسیار پیچیده است. من فقط همینقدر میتونم بگم. من بحثم این نیست که مردم باید بشن دست رو دست هم بذارن، نه، ولی چی کار میشه کرد؟ شما خودتون این همه مثال آوردید، چطوری مردم میتونن جلوی هر دوتا اینا بایستن؟ دولت پاکستان، جمهوری اسلامی، روسیه داره طالبان میاره، از اون ور اینا یه مش دزد جنایتکارم سر کارن. خب ممکنه الان زنا میتونن برن تو تلویزیون، ولی یه مش دزد جنایتکارن که آمریکا آوردتشون. اینطوری نیست که مثلا یه دولت مترقیه ما سعی کنیم ازش دفاع کنیم. حالا اومدن یه سری عکس هم چاپ کردن از یه تعداد زن جوون، دختر نوجوون با حجاب که روز اصلی دستشون گرفتن. گاردین این عکسو گذاشته به عنوان او یه اتفاق توده. من این به نظرم تمام بازیه. این پاسخ نیست. روشن مردم میان
مسلح هم میشن، از خودشون دفاع میکنن، حقشون این کارو بکنن، باید این کارو بکنن، ولی تو چه شرایطی؟ به نظر من شرایطی که الان داره پیش میاد، مردم میشن گوشت دم توپ از هر طرف که دارن میرن. نه تشکل مترقی ما میبینیم به اون شکل الان وجود داره و نه همین پول میدن نوجوانا رو، طالبان کلی نوجوان و کلی جوان رو به خاطر یه لقمه نون آورده کرده سرباز خودش، از اون طرف یه تعداد مردم دیگه و یه سری زن و بار اومدن گرفتن و شد عکسشون هم این بر اون بر میذارن که همه بگن بح 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 ببین زن ها مسلح شدن. آخه این وقتی نگاه میکنم من به اون عکس، من توش اراده انقلابی و متشکل مردم رو نمیبینم. اینا یه سری همه دارن مردم رو کردن گوشت دم تو. کار پیچیده است، کار پیچیده است. من دقیقا از شرایط نیروهای مترقی و چپ و کمونیست افغانستان مطلع نیستم که اونا چطوری میتونن تشکلات خودشونو داشته باشن یا مثلا اگه بتونن لازم باشه مسلح بشن و علیه این دو دولت بیستن. به این خاطر به عنوان یک کمونیست دارم میگم بس فراتر از فقط افغانستانه، بس منطقه‌ایه و باید منطقه‌ای رفت سراغش. افغانستان پاسخ دیگه الان افغانستان به نظر من نداره. شرایط رو میبینی دیگه، از سال 1979 که شوروی اونجا کودتا کرد و بعد اومدن مجاهدین آمریکا آورد وسط، زمان کارتر مجاهدین آوردن و بعد طالبان اومد و بعد حمله کردن. نگاه کنید ببینید 40 سال مردم تو ایران چه بدبختی کشیدن، 40 سال افغانستان به چه روزی افتاده و الان چه شرایطی وجود داره. باید علیه این شرایط ایستاد، ولی آیا جواب این هست که ما مسلح بشیم بریم پشت دولت در مقابل طالبان؟ من به نظرم این پاسخ نیست. پاسخ این نیست که من بین طالبان و این دولتی که انتخاب کنم، یا برم سرباز مسلح طالبان بشم یا سرباز مسلح دولت بشم گوشت دم توپ دو طرف. یه راه سوم لازم داره، یه شق سوم لازم داره. اون شق سوم تا اونجایی که به افغانستان برمیگرده، برمیگرده به نیروهای مترقی افغانستان، اونها چی کار میتونن بکنن، ولی اونجایی که بیشتر از هر چیزی میتونه موثر باشه یه پاسخ منطقی. آذر مادریدی، من فکر میکنم که خب بالاخره ما کوبانی رو و مقاومت کوبانی رو در مقابل داعش در ذهن داریم که چگونه مردم از زندگی خودشون دفاع کردن و این طالبانی که به سه الان دارن حمله میکنن از همون جنس داعش هستن و از طرفی یه نیروی به سه ارتجاعی دیگهی در مقابلش هست و اینا سر سهم به سه سر لحاف ملا با هم دیگه دعوا دارن و الا نشست و برخواستاشون با هم از همه جا بوده، از همه جا نشستن تلاش کردن که به سه تو این لحاف ملا شریک بشن. خب افغانستان نیروی آزادی خواه کم نداره، بخشن هم ما صداهایی رو از خود افغانستان، حزب همبستگی یکی از این احزاب، این نیروها میتونن آیا نمیتونن به یک بسیج توده‌ای مسلح شدن برای دفاع از زندگی و به جان مال خودشون دست بزنن؟ اگه بخوان این کار بکنن، خب معمولا اینطور نیروها مثل تمام کمونیستا نه پولی دارن نه دولتی پشتشونه، آیا وظیفه رو سر به حساب دیگر نیروهای آزادیخواه در جای جای دنیا قرار نمیده؟ این همه سازمان ملل هست، تلل هست، اینها هستن، آیا این مردم محکوم به این هستن که دم به حساب گوشت دم توپ بشن؟ کاری نمیشه کرد واقعا؟ ببینید شما کوبانی رو مثال زدید، کوبانی رو ما دفاع کردیم ازش، واقعا یه لحظه مهمی تو تاریخ بود، اونجایی که مردم اومدن، به خصوص نقش زنان واقعا بسیار ستودنی بود، اومدن حتی یه قوانین مترقی آوردن. متاسفانه شکست خورد، برای اینکه فقط یه جای کوچک به اون، الان اینطوریه دیگه، نمیتونید شما به پیروزی کامل برسید. ولی نگاه کنید اون حزبی که در واقع تو رأس ماجرا بود به غرب اتکا کرد، به آمریکا اتکا کرد، رفت با آمریکا. چقدر طول کشید تا کوبانی شکست خورد؟ چقدر طول کشید تا بساط رو جمع کردن؟
یه حزبی بود که همه بهش میگفتن حزب مترقیه، به آمریکا، با آمریکا بعدش اومد از آمریکا گله کرد که چرا ما رو فروختی، و بعد این شرایطی بود که ما تو کوبانی، تازه کوبانی بسیار متشکل تر بود و آگاهی و بیشتری توش وجود داشت، مردم به طور جدی مسلح شدن، قوانین پیش رو گذاشتن، تلاش کردن جامعه رو که ما به خاطر اینکه می دیدیم یه ترقی خواهی در مقابل عقب موندگی ازش دفاع کردیم، ولی بعد دیدیم که چی شد. حالا افغانستان، من میگم من اطلاعات دقیق ندارم از محیط افغانستان چقدر چپ تو اونجا قویه، کمونیست‌ها چقدر قویان، این احزابی که شما نام بردید سیاستشون چیه. بعضیشون مثل حزب تودن، شما تو ایران اگه حزب توده بیاد میگید به به میتونه مردم رو نجات بده. آخه اینا واقعیاته. میدونم که باید مقاومت کرد، میدونم که باید جنگید، میدونم که نباید نشست، ولی یه وقت هم داریم آب در هاون میکوبیم، این رو هم باید دید. این اگر مردم توی افغانستان به طور واقعی یه جریان چپ و ترقی‌خواه وجود داره که میتونه مردم رو جمع کنه، یه بخش کوچیکی از مردم رو هم مسلح کنه، ما هممون باید با تمام قوا ازش حمایت بکنیم، شکی نیست. آیا وجود داره؟ من راستش مطمئن نیست. شما سازمان ملل رو میگید، سازمان ملل دست خود این کثافت هاست، سازمان ملل خودش رو رأس این کثافته. سازمان ملل مجمعی هست که ما میتونیم بهش برای ترقی خواهی هیچ نوع اتکایی داشته باشیم. سازمان ملل دست همین دولت هاست، آمریکا، روسیه، نمیدونم. سازمان ملل یه ذره دست به سر گوش این بکشه که دنیا منفجر نشه، مردم فکر کنن هنوز یه چیزی هست. در مورد ایران هم همینطور، الان راست و چپ میگن بریم به سازمان ملل شکایت کنیم. سازمان چی کار میتونه بکنه؟ چی کار میخواد بکنه؟ نه که میتونه بکنه، چی کار میخواد بکنه؟ آیا واقعا اتکا به سازمان؟ ببینید در مورد ایران هم دقیقاً دارن همینو میگن. اپوزیسیون راست هی داره میگه بریم نیروهای اشتباه. الان یه تعداد زیادی، حالا من دارم به بیراهه میزنم ولی فقط برای اینکه تصویر رو بدم، یه عده حتی از نیروهای چپ تمام کمپینشون رو گذاشتن رئیسی رو ببرید به محاکمه بکشونید به سازمان ملل و دولت‌های غربی. آخه این چه کمپینیه؟ این چه کمکی میکنه؟ این فقط شما دارید دولت‌های دیگه و سازمان ملل رو خوبه میکنید جلوی مردم، دارید واسه اونا کمپین میکنید نه برای رهایی مردم. خیلی راحت میشه راه به بیراهه بود، خیلی راحت میشه اتکا کرد به یه نیروی دیگه در برای اینکه یه نیروی دیگر داشته باشیم. ما پاسخمون اینه، نه این نه اون، انتخاب سوم، شق سوم، راه سوم که خود مردمن با نیروهای ترقی خواه. این رو شما تو افغانستان نشون بدید، من با تمام قوا ازش حمایت میکنم. من اطلاعی دقیق ندارم از اینکه تو افغانستان داره چه میگذره، ولی در این حال پشت سر دولت رفتن یا پشت سر طالبان رفتن روشنه که هیچ کدوم از اینا پاسخ نیست. نمیگم دست رو دست هم باید گذاشت، باید کار کرد، ولی اینکه کسی فکر کنه خب من کار میکنم پس لابد تا یه ماه دیگه طالبان رو شکست میدم، به نظر من این یه مقداری خام.